تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله. د مواد مخدر او مسکرات سره د عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مواد مخدر په قانون کې جدي ستونزې دي او دغه ستونزې دي باعث شوې دي چې دوی د مواد مخدر د قاچاقبرانو په ارتباط باندې جدي تصمیم ونیشي ولای او هغه عدالت چې کلي عدالت دغه په دې باندې تضمینیږي. دوی د بیلګې په توګه باندې یو بحث ته نن په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې اشاره وکړله چې د مواد مخدر د قانون نونسمه ماده دوی ته د صلاحیت نه ورکوي چې د قاچاق د نیول شوو قاچاقبرانو غیر منقول مواد چې کوم دي یا غیر منقول جایدادونه چې کوم دي هغه ضبط کړي. دوی وایي چې په قانون کې یوازې د منقول جایدادونو خبره مطرح شوې ده. له بل خوا څخه دغه ریاست یا دغه مرکز خپل د تیرو څو کلونو راسره وړنې هم له مطبوعات سره شریکه کړی چې شاوخوا شپږ میلیونه ډالر یې د افغانستان بودیجې ته انتقال کړي دي چې له قاچاقبرانو یې نیولي دي. شپږ لکه ډالر دي او اوبخه شپږ پنځوس میلیونه افغانۍ او شپږ لکه ډالر دي. تر څنګ یو زر یو سلو یو اتیا ارادې مختلف النوع موټرې دوی ضبط کړي دي او ورسره په شاوخوا اته څلوېښت موټر سایکلونه او د دې تر څنګ هغه وسلې چې قاچاقبرانو انتقالولې هغه یې ورڅخه نیولې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د مخدره توکو بحث په یو ډول باندې نړیوال شوی دی ځکه د نړۍ نوي سلنه مخدره توکي دي یا تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او دا یوه غټه شبکه ده چې له دې لارې څخه د پیسو وینځل او د دې تر څنګ د افغانستان د حیثیت مسله یې په ټول نړۍ کې تر سوال لاندې بولې ده. حال دا چې د افغانانو ته د دې کومه خاصه ګټه نه رسیږي او ټوله ګټه یې نړیوالو قاچاقبرانو ته رسیږي. دا چې د مواد مخدر سره د مبارزې په برخه کې به دغه تعدیلات چې دوی پیشنهاد کړي دي څومره مؤثر یې او د دې مرکز به تر کومه بریده پورې وشي کولای چې واقعا په افغانستان کې د مواد مخدر ستونزه چې کومه ده که په کلي ډول باندې نشي حل کولای نو تر یو بریده پورې حل شي. نن په دې بحث کې پر همدې مسایلو باندې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی احمد خالد موعد د مخدره توکو او مسکراتو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د مطبوعاتو رئیس او ویاند را سره بحث کړم. بسیار خوش آمدید آقای مهدی. خوش آمدید میگم شما. حالا پیش از اینکه سر دستاوردهای مرکز شما صحبت بکنیم، مشکلاتی که در راستای تحکیم عدالت در قانون مواد مخدر موجود است کدام ها است؟ صرف همین ماده 19 مشکل داره یا دیگر مشکلات هم در قانون وجود داره؟ خب بس که امروز میخوایم سر صحبت کنیم بس مصادره جایدادها یا اموال غیر منقول که ناشی است پول و یا عواید سیاه مواد مخدر به دست نمیده. این بحث است و در ارتباط مورد نشست خبری هم داشتیم. در گذشته از آن تاسیس یعنی از سال 1384 مرکز عدلی و قضایی که صلاحیت رسیدگی به قضای حداقل 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس و 50 لیتر مشروبات الکلی به می ترتیب افراد اشخاص که دیره وان مصدر واقع می شدن مطابق ماده 17 و 18 داره. در گذشته اینا مطابق ماده 19 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر فقط صلاحیت داشتن که اموال منقوله که از نزد قاچاق برا بعد از نیاوردن یا ثابت می شد پولی که اینا از ناشی از قاچاق مواد مخدر بود صلاحیت مصادره صلاحیت داشتن و یا وسایط و سلاح و تلفون هایی که بیسه از اینا بعد از نیاوردن. اما خوشبختانه اخیرا مرکز عدلی و قضایی رسد سرانولی اختصاصی مرکز پیشنهاد را انوانی لوی سرانولی و از طریق از اونا بستر محکمه و از طریق فیصله تسلیم گرفته شد که من بعد مرکز عدلی و قضایی و سایر بخشهایی که در بخش مواد مخدر از این سلاح هستند در قضای جرمی در صورت که در جریان تحقیق ثابت شود که جایدادهای غیر منقوله که از پول قاچاق مواد مخدر یا واید ناشی از جرای مواد مخدر خریداری شده باشه یا هم قابل مصادره به دولت می باشه. وی بحث سر محکمه شما را حکم داده که دقیقا نیته استدعای یا پیشنهادی از طریق مرکز عدلی و قضایی به لوی سالون یا از طریق بستر محکمه که خیلی تصدیق شده و در این دین نزدیک انشالله رحمانی رسما اعلان خواهد شد و مطابق از این پیشنهادی از سر سال روان میل خورشیدی این پروسه قابل تطبیق است. و به خاطر تعدیل قانون هم به پیشنهاد صورت گرفته به خاطر که تعدیل قانون باز از لحاظ حقوقی یک پروسه دیگه است. دقیقاً تعدیل قانون بحث جدایی است که صلاحیت از او مستقیم برمیگرده به اولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان که در حال حاضر مسودهش آماده شده و در این تغییرات لازمه که بوده که به مرور زمان بعض نواقص و خلایق یا
جرایم نو که به حساب دست بروز کده او را خلاهش پر کردن و پیشنهاد است و انشاءالله زیر کار است و در نزدیک تصویب خواهد شد. بسیار خوب. با تنها همین ماده 19 مشکل داره یا در دیر مثلا یکم ذره گنگ است قانون؟ خب قوانینی که جور میشه بدون شک در جایی که کار میشه نواقص و مشکلات برجسته میشه، اما در سایر مواردی که تا حال محسوس بوده مرکز عدلی و قضایی به نحو کوشش کرده که خلاره چون در سایه عمل هستند زیادتر با مجرمین و مافیا و قاچاق برای بزرگ روبرو هستند، برشان زیادتر محسوس است، کوشش کردن که مشکلات به مقامات و مسئولین برسنند تا بتوانند که مشکلات حل کنند. و بعض پیشنهادهای مشخص دیگه هم در بحث قوانین و مواد قانون مبارزه علیه مواد مسکر و مخدرات است که تحت کار است که برای تصویب شورای عالی کرد که شورای رحمان با تصویب از او گام های خوبتر و بهتر و جدیدتر و عمل جانبتر یعنی کم ذرفت به بحث دست محکمه و سارنوالی یکم ذرفت احلام شد مثلا در قوانین حاضر ما برای مجرمین برای کسایی که انتقال دهنده هستند یا مالکین هستند و یا کسایی که مدیریت میکنن یکسان قید در نظر گرفته شده، در حالی که در قوانین نو به حالت به تصویب رفته پیشنهاد مشخص دیگه شده که باید تفکیک بین کسایی که ناشی از بیچارگی از فقر از وای از عدم معلومات کافی از استفاده میشه و گویا اونا قربانی از این توته هستن باید دهی ارصد قسمت مجازات از باید تفاوت قائل شد. این تفاوت قائل شد یعنی شما میتونید که به مو شبکه اصلی دسترسی پیدا بکنید؟ دقیقاً دال حاضر هم در قانون که فعلا نافذ است ماده 64 بس بسیار باز داره زمانی که مظنون از ولایت مرکز انتقال میشه مرکز عدلی و قضایی در جریان که مستنطقین پلیس مبارزه علیه مواد مخدر تحقیق میکنند مرکز عدلی و قضایی برشون پیشنهاد میکنه که شما حق سکوت، حق گرفتن وکیل مدافع، حق صحبت کردن با خودتان و یا هم حق قضیه دارین مطابق ماده 64 که عامل اصلی یا منشأ اصلی که شما را به این کار واداشته شما با ما همکاری کنین معلومات بدین و قیده که برای شما در قانون پیش بینی شده به 50% تخفیف پیدا میکنه. گیریم که اگر 10 سال از 5 سال بشه، اگر 20 سال از آن است به 10 سال کاهش پیدا میکنه، در صورتی که معلومات را کمیتن معلومات دقیق و معلومات تکراری نباشه. درست. با حالا شما با مسائل خوب این خوب یک نوع در راستای مبارزه با مواد مخدر هم یعنی که مبارزه درست صورت نمی گرفت یکم ذره چالش برانگیز بوده این بحث حقوقی دقیقاً مثلا روز به روز جرایم هم دال تغییر است. فرض کنیم مدت سابقه قبل که بحث قوانین تصویب شده بود موضوع تابلت که یا استفاده از ادویه روانگردان بسیار جدی نبود در وقت که حالا یک بحث بسیار جدی مطرح شده، در حالی که شاید تا سالهای بعد مسائل نو دیگه هم بیاد به خاطر که مافیای جهانی و قاچاق داخلی داخل این بحث داخل قانون نبود بودن اما به شکل در جداول شامل بودن مثلا که در شامل مواد میشدن که به 50 کیلو میرسید حسابشان و شاید تا سالهای آینده اما تو که فعلا تلاش دارن مثلا چرس سنتتیک یا لابراتوری جور کردن تولید خودشان از چرس طبیعی نیست، مافیا هم کوشش کرده رایی هستن که جاگزین مواد طبیعی مواد نشاور غیر طبیعی وارد بازار رسیدن که در صورت کوسون کشاف میکنه با این طرف متوازن هم در قوانین و مجازات هم تغییرات یعنی بحث نو است در افغانستان مسائل ترکیبات جدیدی را که با یک نوع غیر طبیعی به میان آورده بس در قوانین افغانستان به اشاره در گذشته به طور کلی پیش بینی شده بود به خاطر از اینکه فعلا شما ببینید یک تبلت که استفاده میشه خطرناکتر از هیروئین است بر استفاده کنندش، اگر هیروئین قدر باشه یک نفر ده چند سال از بین ببری فاصله بود زمانی را کمتر میکنه، بنابراین به خاطر جلوگیری از در قوانین ما یک اندازه مقدارش زیادتر بود که باید چند کیلو باشه، اما در قوانین نوی را به گرام تبدیل کردن که در صورت که هر تابلت حدود چند گرام می اگر 6 تابلت 7 تابلت گیر می در مقابل از این قید پیش بینی شده برای ازی نظر به مو چی میگن وزیتر بگویم نظر به مقتضای زمان قانون هم قابل تغییر است. قابل تغییر است بله نظر به شرایط. خب اصل مشکل ما شما خود تریاک است در افغانستان و ای که به یک نوع ما از او فایده هم نمیبریم و نام افغانستان هم بعد از متاسفانه خیلی زیاد هم تولید میشه، بخش بزرگ جهان ما اینجا تولید میکنیم. سریع صحبت میکنیم که این چگونه میتونیم جلوگیریش بکنیم یا مبارزه را درست‌تر و دقیق‌تر بسازیم. در بحث اموال غیر منقول
قاچاقبر هم یعنی ثابت شده برای شما در یگان قضایا که یعنی قاچاقبر اموال غیر منقول مثلا خانه موتر و مسائل دیگری هم داره و شما او را گرفتن نتانستین؟ خب دقیقی همین مشکلات ناشی شده که منجر به تصمیم شده که باید پیشنهادیه یا استدعایه تهیه شده و از طریق مقام لوی سرمولی بستر محکم اراده شد تا که در قسمت تصمیم از باره ما داشته باشیم اراده شده که در قسمت ما باید تصمیم گیری کنه مرکز عدلی و قضایی. بدون شک در جریان تحقیقاتی که مرکز عدلی و قضایی انجام داده در سال گذشته یعنی سال 1395 خورشیدی، مصدقین پلیس ما زمانی که تحقیق کرده از مظنونین مطابق ماده 64 8 نفر از مظنونین که در محل مظنونیت بودن آماده به همکاری شدن که 25 نفر از همدستایشون از شبکه‌ای بودن بازداشت شدن. خوشبختانه این همکاری بین از اوها است و مطابق قانون بر از اوها چیزی که پیش بینی شد بخشان انجام شده و در مورد از این که تریاک افغانستان بدون شک قربانی است بس می است یعنی شما این ثابت هم شده که اموال غیر منقول یک قاچاق برداشت و شما نتونستن گرفتید قاچاق برای بزرگ هستند که اونا جایداد زمین دارن که از طرف ارگان کشفی ما ثابت شده مارکت ها دارن بلند منزل ها دارن مثلا اینا کسایی هستند که فابریکا ها دارن و کسایی هستند که تجارت های بسیار قدم قدم دارن اما متاسفانه چون قانون در یه عرصه مدود ساختن و نیاز به ای است که باوجوده که شواهد هم در اون مورد وجود موجود است و نیاز به ای داشتیم ما که صلاحیت حقوقی قانونی پیدا کنیم در قسمت از اونو که خوش بختانه این صلاحیت اخیراً به اساس پیشنهاد که انجام شده بود به دسترس قرار شد. بله بفرمایید شما بحث تریاک مطرح کردید. بحث تریاک موضوع قسمی که به هم معلوم است افغانستان مثل تروریسم قربانی تریاک هم است. اینجا بس منفعت بیش از 65 تا 70 میلیارد دلار عواید مطرح است و از این بس بازارهای بسیار گرم در اروپا و کشورهای دورتر از فراتر از مرز ما داره. یعنی مواد مخدر افغانستان با گذشتن یک مرز به مارکت‌های اصلی اروپا یا کشورهای عربی و آمریکایی نمی‌رسد بلکه از چندین مرز کشورهایی که از لحاظ امنیتی از لحاظ صدر کنترل سرحداتشون بسیار جدی هستند متاسفانه این تجارت صورت میگیره و از اینجا به اون بازار میرسه. از طرف دیگه یعنی بحثی به یک نوع جهانی است بس مشکل دقیقاً افغانستان مثل تروریسم قربانی از این بحث است. اما قسم که تروریسم مشکل جهانی است و نیاز جهانی به مبارزه داره افغانستان در بخش مواد مخدر هم قربانی بحث منطقوی و جهانی درست یک بحث که در مورد تروریسم مطرح میشن چون تروریسم و مواد مخدر با هم پیوسته هستن. اگر مواد مخدر نباشه تروریسم به یک نوع ضعیف‌تر شده میره به خاطر اینکه منابع مالی خود از دست میدن. در این قبال که یک بحث موجود است مثلا یک چیزی که در تروریسم است و استیت تروریسم که میگیشه یا این بحث جهانی را که شما میکنین مثلا بحث های مطرح است که در اینجا خود جهانیان که عملا در افغانستان فعالیت دارن اینا به یک نوع دخیل این موضوع هستن چون منفعت میبرن از این مسئله و پول بسیار زیاد را به دست میارن. یعنی شما بعض ما ایست که شما متوجه شدین که واقعا هم چیزای وجود داره مثلا ای گفته میشه که در هلیکوپترهای خارجی انتقال داده میشه یا بعضی که کاروانای ازی که به 7000 و 8000 تن ما تولید داریم چطور از افغانستان مبره یک کلش سوالات هست که پیش مردم هست. دقیقا در قسمت صحبت اول دادم که در انتقال ازی که به حساب نیروهای بین المللی داخل است یعنی دیرس فقط پروپاگاندا یا شایعات است اما هیچ نوع اسناد وجود نداره. البته در قسمت از این که بس تجارت مواد مخدر واقعا بس بین المللی یا منطقوی است دقیقا به دلیل از این که سالان است صدها لیتر. حالا ما میگیم بین المللی و منطقوی است مطلب ما چی است؟ گروه های مافیایی است یا گروه هایی که به یک نوع از حکومت تربیه به این خاطر ما اداره میکنیم که بسط منطقه بین المللی گروه مافیایی کار میکنن که تریاک در افغانستان تولید میشه و افغانستان تولید کننده اسیدهای بسیار معتبر و قوی نیست که ایره به مورفین تولید کنه اما هزاره لیتر اسیده که یا مواد کیمیایی جامد و مایعی که به افغانستان میرسه از طریق چندین کشور سرادار عبور میکنه و داخل افغانستان میشه. با حالا کجا تولید میشه می اسیدای که اسیدای که بیشتر اومد مثلا ساخت کشور جرمنی است کشورهای کوریای جنوبی است مثلا یا کوریای شمالی است اسیدای عادی نیست در کشور تولید شده ای از طریق سراد داخل افغانستان شده و این واضح است که مدیریت شده داخل افغانستان. خب اگر مثلا ما سرحدای باز داریم درست سرحدای باز داریم اگر ما سرحدای باز داریم جرمنی خونه داری سرحدای ایران نداره پاکستان نداره درست است پاکستان نداره سرحدات چطور میای از اونجا مثلا از جرمنی چطور میای از آمریکا چطور میای کی هستن امید
مافیا خب دا مافیا در کشور که هستن اینا گروپای مشخص خود دارن که با بحث مواد مخدر بحث پولشی و فسادداری جزء میشن و البته خوشنده این داخل حکومت هستن داخل حکومت های از اونها هست که در زمین را مساعد نکن داخل افغانستان میدن. باز شما وقتی که داخل حکومت هم میگین که داخل حکومت مافیا جا به جا شده این بس باز چرا قطعی رد میکنین که مثلا این انتقال دادن میشه در هدف مد کشورهای همسایه و بیرونی است که در اونجا در سیستم های از اون نفر وجود داره که ورد شما این در جرمنی وجود نداره امون سیستم کشورهای از اونها که در اونجا مردم ها دخیل است که این تولیدات اسیدی از یا تا به مرزای ما میرسه و از مرزای ما در این قاچاق داخل همسایه بدون شک این بحث استخبارات مدیریت میکنه و یک به یک نوع امو شکم که زیاد کرده میگه که استخبارات منطقه و استخبارات جهانی در این بحث نیست داره. وقتی که ما استخبارات میگیم دیگه استخبارات رسمی از این کشورهاست که ما میشناسیم. دقیقاً بس این موضوع مطرح است، بسیار جدی مطرح است و خوشبختانه مرکز زدی و قضایی به خاطر کنترل همی همکاری های منطقوی که با یک مشت خود جور کرده باشند مطابق قانون مطابق پلیسی بر اساس واقعیت ها مقدره تنظیم کنترل دلیوری یا ارسال معلومات یا معموله های تحت کنترل با کشور آماده کردن خیلی مساوده شد که انقریب به وزارت مواد مخدر و از طریق از او به وزارت عدلیه و انقریبی تصویب خواهد شد. در این مقدره مرکز عدلیه و قضایی کوشش کرده که مشت همکاری های خودم افغانستان از سال 2008 اولین تبادله معلومات با کشور جرمنی داشت که در قسمت ارسال معمولی تحت کنترل بر از اونا معلومات داد و اونجا شبکه قاچاق مواد مخدر در اونجا گرفته شد. از طریق همکاری پلیس مواد مخدر افغانستان به میطریب همکاری نزدیک با هند و چین و سایر کشورهای دیگه داره. به خاطر تنظیم امی امور که در گذشته کاملا یک طرفه بود، افغانستان فقط معلومات میداد و اونا نه معلومات داشتن از این که میدادن و نکدام همکاری در سی از این که واز زمان که اسید وارد میشه یا کدام معمولی طرف افغانستان میه کمکاری کنه، فقط جاده یک طرفه بود. به خاطر تنظیم زمی مرکز عدلیه و قضایی و همکاری پلیس مواد مخدر و سایر ارگان های دخیل مقرره تصویب کردن آماده ساختن. یعنی اراده در ارتباط وجود داشته باشه، بود داخلیش هم مهم است که متاسفانه داخل حکومت است. با سر جنگ هلمند هم صحبت میکنیم، اما این بحثی رئیس جمهوری بحث مطرح کرد در خارج و ایرا گفت که پول مواد مخدر افغانستان به اروپا میآید و حتی بریتانیا را گفت که از همگی که در پول زیاد بر شما میآید. اما این بحث تعقیب نشد و این واضح هم نشد بر مردم افغانستان که درست ما تولید میکنیم، زمین ما استفاده میشه، اما این فایده ش کی میبرن و چرا باید می افشا نشه که واقعا کی ها هستن؟ وقتی که ما بحث خارجی ها را مطرح میکنین در بخصوص با مسئولین که مطرح میکنین، به قطعی صورت اینا رد میکنین خارجی ها در این بحث اصلا دخیل نیستن. خب بس خارجی مطرح میشه دو موضوع است. یکی خارجی است که مثلا داخل سیستم دولت به اساس یک تفاهم نامه یا روی یک پرنسپ داخل سیستم افغانستان به همکاری آمدن که کار میکنن، که نیروهای ایساف یا نیروهای ائتلاف یا مشاورین که در بخش کار میکنن، ارگانهای ملکی و غیر دولتی غیر نظامی شان است که در او عرصه واقعا کدام مسئله شواهد وجود نداره در عرصه که یاد قاچاق از دخیل هستن. اما ادبای خارجی بدون شک ما از کشورهای مختلف ادبای خارجی را داریم، خصوصا از ایران بسیار زیاد داریم، از کشورهای افریقایی داریم، از پاکستان داریم. شما هم سیستم یا حلقه شبکه مافیا رو بحث میکنید، اما بحث اینجاست که چگونه همین از مسائل رسمی هم استفاده میشه. خود در افغانستان که مسئولیتش به حساب بحث ما است و میتونید دو ورسه ما دسترسی به معلومات دقیق داریم، خوشبختانه در سیستم که در افغانستان است اگر وجود داشته بازداشت شده، به سویه جنرال بوده، به سویه سیستم داخلی نمیگیم، سیستم خارجی که اینجا وجود دارن با یک نام به دیگه، خارجی که اینجا بودن که خواستن قاچاق کنن در سرداغ گیر شده توسط پلیس اونا مرکز عدلیه بودن، شامل همین سیستم بودن مثلا در سیستم ناتو در سیستم نه یا کلشون کسایی بودن که به انوانای دیگه اینجا بودن، مثلا داخل سیستم نبودن که خواستن از سرداغ تو بودن قاچاق کنن مواد مخدره، اینا بازداشتن که مرکز عدلیه قضایی مول شدن و محکوم هم شدن. درست، ما موافق نمیشیم به این بحث، اگر چندی بحثا مطرح شده در رسانه ها که بفهمیم که خارجی ها چگونه و با چطور در مواد مخدر افغانستان دست داره، اما بحثی که شما میپذیرین بحث حلقات داخلی که داخل حکومت هستن در این مسئله دست دارن و جنگ هلمند هم جنگ تریاک میگن، چقدر همین شبکه فعال است داخل سیستم و نظام؟ دقیقاً من گفتم که میخوام تصحیح کنم که من هدف مزی که گفتیم در داخل نظام هدف کشور همسایه بوده که نفوذش داخل نظام دولتی چنین معلومات نیست که باید تصحیح شود. اما در بحث مواد مخدر و جنگلمن طبیعی است، ما دائم مواد مخدر و تروریسم
درو یک سکت دانستیم که به این معنا که در موجودیت تروریسم مواد مخدر بوده، در موجودیت مواد مخدر تروریسم بوده و بدون شک از این حلقه تعمیل میشن این تروریستان و قاچاقبرا با اون مبلغ رقم یادآور شدن احسایه شدن نشان داده. اگر رقم بسیار باشد شما گفتین جنرال رو گرفتیم، شما گفتین والیا دی مثلا دست داشتن، والیا نه اولسوالا، اولسوالا بله. ما در سال در سال گذشته به سوی قماندان زون از پلیس داشتیم که اینا به قاچاق مواد مخدر داخل بودن، قماندان امنی یک از ولایت داشتیم که محکوم شدن، دو جندار نظامی که در وسایط انتقال نکردن به شمال خلاص شد، قماندان امنیت گرفتار شد، بس تعقیب نشد، تحقیق نشد که شبکه کجاست و چقدر عمیق است داخل نظام. من میخوام صحبت کنم در موردش، صحبت شد بحثا که بودن که از کجا گرفته بودن، همش تعقیب شدن، دستش بازداشت شدن دیگه نورد. و اخیرا ممکن در رسانم چیز شده باشه که این روند بسیار جدی است، هر کسی که دخیل باشه و خوشبختانه در قانون مواد مخدر پیش بینی شده هر کسی که بخواد مانع تعقیب، تحقیق و یا اقامه دعوا یا محکمه شود، خود از او فرد قابل تعقیب و قضایی است. بنابراین این ماده ما را بسیار صلاحیت داده و خوشبختانه این روند بسیار جدی است. من میخوام ارقام را یکانم که ما چقدر دستاور داشتیم در سال 384 در 395 خورشیدی، در سال 395 خورشیدی ما 463 دوسیه جرمی داشتیم که در پیوند به این 577 تن بازداشت شده که 28 تن از این کارمندهای خدمات ملکی است و 28 نفر از طبقه اوناس است که البته 5 نفر ادبای خارجی هم است. ارقامی هم است که چقدر مواد مخدر دقیقاً ما دمی سال بیشتر از 2600 نزدیک به حدود 6 تن ایروین ما تنها داشتیم، 26952 کیلوگرم مورفین بوده، به می ترتیب بیشتر از 55000 به می ترتیب ارقام درست داریم گفت 6 تن میرسه، یعنی در مجموع 6 تن هیروین. خب این که ما شما تخمین زده نمیتونیم که از چقدر تریاک، از چند تن تریاک چند تن هیروین ساخته میشه. اما عرض ما چی است؟ عرض ما است که ما در 2008 از همه که در تولید بلندتر داشتیم حدود 8000 چند تن تریاک ما در افغانستان تولید داشتیم. امسال به خاطر که هلمند نام شده، اونجا جنگ است و در طرف مشرقی افغانستان هم کوکنار کش شده، تولید تریاک بلند رفته. معنایش این است که حداقل ما 7000-8000 تن تولید تریاک داریم، شما گرفتین 6 تن، یعنی بسیار کم نیست نظر به اون تولیدی که در افغانستان وجود داره. ای خود تنها ایروین است که نظر به فرق میکنه که از چند کیلوگرم تریاک چند کیلوگرم ایروین جور میشه، یعنی 6 تن چقدر تریاک خواهد شد. خب مرتان ازت مرقام مرتان بگویم، ای از سال 95 بوده که ما گرفتیم و پلیس گرفته و ایر آوردن. خب در 95 هم اگر حساب کنیم ما بازاران تن تولید داریم و ما گرفته میشه چند تن. شما ببینید در جریان سال 1395 پلیس به طور مجموعی عملیات هایی که داشته واقعا چشمگیر بود. اگر شما ایده بسنجین با وجود از دیگه که تعداد پلیس مواد مخدر و با بحث ناامنی ها که بوده واقعا چشمگیر بوده. بس نیست که تناسب تولید و تناسب گرفتاری ما بسیار نظر به توانایی است. اگر نیال شما یعنی امی سوال مطرح میکنه، اگر توانایی شما کم است چرا حکومت افغانستان من حیث حکومت توانایی بیشتری بر شما نمیده؟ یا مثلا بحث میکنیم حدود 11 میلیارد دلار در مبارزه مواد مخدر خارجی ها مصرف کردن، چرا مؤثر نبوده؟ وقتی میخوام صحبت کنم ببینین، اگر ما این مقایسه مواد دزدگیری و دستاوردهای خود پلیس افغانستان و مرکز دیو قضیه با مقایسه بزرگترین کشورها ببینیم، واقعا قاعده یک بر چهار از ما تعداد زیاد داریم، مثلا بزرگترین کشورها در تولید وجود نداره. حالا بارامچه شما مثلث طلایی شده در جهان. دقیق است، ما میخوام بگویم که داد توان پلیس که مکلفیتش است که من باید در سوال گپم صحبتم کنم چون سخنگوی در داخل ده و بس به صحبت کنه، دستاورده هست که بر مرکز عدلی و قضایی ارسال کرده، واقعا چشم گیر است. خب خیلی ممنون آقای محیط، تشکر که در بحث ما بودین. وقت بخیر باشید، سلامت باشید. قدر من و لیدون کستاس و الملتی امنانک و بحث مو پایت و رسیده تربیه مال عمل شد.